توی دنیای امروز اگه از این خوره های کامپیوتر باشین و بخواین سراغ راه اندازی کسب و کار برین، باید برین سراغ استارتاپ ها یا راه اندازی شرکت های نوپا. استارتاپ معمولا به کسب و کارهایی گفته میشه که حول محور تکنولوژی به راه میفته و غالبا هم پتانسیل های بالایی دارن. با پازلی ها میخوایم بریم و با یکی از این استارتاپ ها آشنا بشیم. سلام، حسن سرچی هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. اهل ریسک و خطر هستین یا نه؟ در هر دو حالت برنامه این هفته رو ببینین. پازلی ها اسم یه گروه 4 نفره از دانشجویان آیتی هست. اونا جوانای بیرجندی هستن که دلشون میخواد خلاق باشن و خودشون یه کسب و کار اینترنتی راه بندازن. اما کار تیمی کردن به این آسونی ها هم نیست. قدم اول دل کندن از یار و دیاره. مهدی گنجی مستندساز در فیلم پازلی ها به سراغ این جوونا رفته و حکایت تلاش اونها برای راه اندازی یک کسب و کار مدرن رو ثبت کرده. آقای گنجی متولد سال 57 در ملایره و دانش آموخته سینما از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه تهران. سالهای سال است که در مستندسازی در ایران فعالیت داره و در سال 94 برای فیلم مستند من میخوام شاه بشم سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند را از جشنواره فیلم فجر گرفته. فیلم پازلی ها از جمله فیلم های تهیه شده در مجموعه کارستان هست، مجموعه که با نگاهی مثبت به معرفی چهره های اثرگذار و کارآفرین در ایران پرداخته و روایت تلاش آدمایی که ریسک میکنن تا با خلق ایده ها و ارزش های نو دنیای خودشون و دیگران رو تغییر بدن. اما برای صحبت در مورد این فیلم از دو صاحب نظر دعوت کردیم که همراه با ما باشن. فریده اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس و عظمه بهرامی نویسنده و پژوهشگر مقیم ایتالیا. خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق هر دو شما فیلم رو ببینیم، بعد برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم. ببینیم فیلم رو. هیچ میدونید تو ایران بیش از 45 میلیون گوشی هوشمند وجود داره؟ یعنی بیشتر از نصف جمعیت ایران. پازلی به شما کمک میکنه که اپلیکیشن موبایل مانظرتون رو بدون نیاز برنامه بذار بگیرم. وقتی میخوای همه اخبار تو یک هو به مشتری بدی. با داشتن این ابزار موبایل میتونیم با نصف جمعیت ایران ارتباط داشته باشیم. این بهترین راه برای ارتباط با مشتریه. بهترین راه برای اطلاع رسانی. پس شاید شما هم دلتون بخواد یه اپلیکیشن موبایل برای خودتون داشته باشید. دانش برنامه نویسی ندارین؟ وقت انجام دادن این کار رو ندارین؟ پولش رو هم ندارید که از یک برنامه نویس استفاده کنید؟ ما این مشکل رو حل کردیم. من محمد حسینم، توی بیرجند به دنیا آمدم، همینجا هم رفتم دانشگاه، الانم دارم کارشناسی ارشد کامپیوتر میکنم. من اسمم مصطفی است، بچه نیشابورم، بیرجند لیسانس کامپیوتر میخونم. تازگی ها کمتر میتونم خانواده‌ام ببینم به خاطر اینکه برای کار پازلی مجبورم تهران باشم. من حمیدم، 23 سالمه، بچه گناوادم هستم، 5 سالم تو دانشگاه بیرجند مهندسی برق میخونم. خیلی طول کشیده اما هنوز نتونستم لیسانس هم بگیرم. من حسینم، 24 سالمه، کارشناسی ارشد نرم افزار میخونم توی بیرجند، همینجا هم به دنیا اومدم. حالا شاید مثلا در عمل خیلی جلوتر باشم ولی ذهنم دوستم جلوتر باشه از بقیه، دوستم بزرگتر فکر کنم نسبت به بقیه. حالا تو تیمم فکر کنم تا حدودی اینجا افتاده. اومدیم تهران و یه فرصتی بود برامون که نبض همه جای زندگیمون رو بخوابونیم و فقط و فقط روی پازلی کار بکنیم. نه دوستامون بودن، نه خانواده بود، نه تحصیلمون بود، همه حذف ترم کرده بودیم. خبر بعد تصمیم شما انتخاب نشدیم برای دوره اکسیدنت.
نتیجه رو که دادن من اول فکر کردم دارن شوخی میکنن، میخوان بعدش مثلا چون گروه فیلم برداری اینا بود مثلا بعدش بگن نه آقا شما پذیرفته شدید اینا. شکست بزرگی بود، خیلی برامون علامت سوال بود، همه تعجب کردیم که خب چرا باید این اتفاق بیفته. با همدیگه به این نتیجه رسیدیم که برگشتن به بیرجند ما تو اون بازه زمانی خوب نیست برامون، ولی خب نه پول داشتیم، نه محل کار داشتیم، نه جای خوابیدن داشتیم حتی. فاضلیا نمونه خوبی هستن از جوانایی که در زندگیشون ریسک میکنن و دوست ندارن راه تجربه شده دیگران رو طی بکنن، آدمایی که همه سختی‌ها رو تحمل میکنن تا با همکاری با همدیگه و به صورت تیمی یه کار جدید راه بندازن. به نظرم یه فیلم خیلی زنده‌ای بود و مخصوصاً بحث و تکاپوی بین این بچه‌ها، ارتباطشون با خانواده، ارتباطشون با شهرشون، آرزومندی‌هاشون، حتی مسائل و مشکلاتی که توی حوزه شهرهای درجه دو درجه سه در ایران به شدت مطرحه، اینو خیلی خوب تصویر میکرد، ایده میداد. مهمتر از اون ما فکر میکنم تمهید فیلم در فیلم در ابتدای فیلمه. فیلمساز تمایل داره به دراماتیزه کردن فیلم و فضای روایش و میخواد به ما بگه که درست این مستنده، ولی شما دارید یک فیلم میبینید، من میخوام به شما یک فیلم مستند نشون بدم. مستند پازلی ها رو دیدیم، ساخته مهدی گنجی و از مجموعه سری فیلم های مجموعه کارستان، مجموعه‌ای که درباره کارآفرینان ایرانی هست، زنان و مردانی که خطر کرده و خلاقانه بنیاد مشاغل یا کارهای مثمر ثمر رو در جامعه فراهم کردن. فیلم در سال 95 ساخته شده. پازلی ها نمونه خوبی هستن از جوانایی که در زندگیشون ریسک میکنن و دوست ندارن راه تجربه شده دیگران رو طی بکنن، آدمایی که همه سختی‌ها رو تحمل می‌کنن تا با همکاری با همدیگه و به صورت تیمی یک کار جدید راه بندازن. اما ببینیم که صاحب نظران دعوت شده به برنامه درباره این فیلم چطور فکر می‌کنن. فرید اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس و همطور اعظم بهرامی نویسنده و پژوهشگر از تورین ایتالیا با ما هستن. خیلی خوش اومده مجدد میگم به هر دو شما. خب گفتگو رو با شما شروع کنیم درباره این فیلم. آقای اسماعیل پور، شیوه روایتگویی در این فیلم چگونه است؟ پازلیا به نظر من یک مستند درباره یک کار مشترک پروژه است که 4 جوون میخوان به انجام برسونن. یک پروژه‌ای که عملاً یک پروژه جدیده، یک کار جدیده و استارتاپه و نشون میده که چجوری باید 4 جوون بدون هیچی، عملاً بدون هیچ داشته‌ای، باید این کار به انجام برسونن. به نظر من اگه بخوام تعریفش کنیم یک مستندیه که درباره یک کار مشترک پروژه است. و چگونه مستندی، در چه حیطه‌ای از آیا این یک مستند مشاهده‌گره، آیا یک مستند دراماتیزه شده است
یا بیشک مداخله کرده فیلمساز، بیشک مداخله کرده، البته مداخله مشروط نیست، مداخله از باب دراماتیزه کردن روند و اینکه جذابیت های داستانی به اثر دادن، گرچه به نظر من شخصا به واقعیت وفادار بوده، به روند واقعیت و اون سرنوشتی که در برابر این چهار تا جوان هست او وفادار میمونه، ولی استفاده کرده از اتفاقاتی که میفته، از مشکلاتی که این جوان ها با خانواده یا کارشون دار یا مسائل و مشکلاتی که در مسیر کار باش مواجه میشن استفاده کرده برای اینکه عملا جذابیت های دراماتیک برای مخاطب ایجاد کنه و فیلم به نظر من فیلمیه که مخاطب رو تا آخر با خودش همراه نگه میداره. خانم بهرامی شما فیلم رو چطور دیدید؟ از نظر شما فیلم چطور بود؟ راستش من فیلم بازیگرا رو دوست داشتم. به نظرم یه فیلم خیلی زنده‌ای بود و مخصوصا بحث و تکاپوی بین این بچه‌ها، ارتباطشون با خانواده، ارتباطشون با شهرشون، آرزومندی‌هاشون، حتی مسائل و مشکلاتی که توی حوزه شهرهای درجه دو و درجه سه در ایران به شدت مطرحه، اینو خیلی خوب تصویر میکرد، ایده میداد به بیننده‌هایی که من ممکنه اون مناطق از ایران رو کمتر بشناسن. خوب بود. آقای اسماعیل پور، فیلم توی همون شروعش تکلیفش رو روشن میکنه، یعنی میگه که این فیلم است درباره چی، موضوعش چیه، مشکلش چیه، و در حقیقت موتور فیلم خیلی زود روشن میشه و راه میفته. ما میدونیم این آدم ها مسئله شون چیه، گرفتارشون چیه، و در واقع در ادامه به دنبال این هستیم که این مشکل چقدر حل میشه، چقدر میتونن این چهار قهرمان ما بر این مشکلات فائق بیان یا نه. خیلی خوب این موتور راه میفته و حرکت میکنه. این تایمینگ و زمانبندی فیلم رو صحبت میکنید دربارش؟ حتما. به یک واژه خیلی مهم در این فیلم اشاره کردید، اونم قهرمانه. واقعا به معنای تا اونجایی که ممکن بوده در این شکل از فیلمساز سعی کرده که چهار تا قهرمان بسازه در این فیلمش. این نکته خیلی جالب و مهمیه، ابزاری هم داشته برای شخصیت پردازی که به نظر من نسبتا جواب داده در فیلم. درسته در ابتدای فیلم ما مواجه میشیم با یک ایده مرکزی که قرار چهار نفر یک کاری بکنن، همون ایده کهن که کسی چیزی داره که دیگران میخوان دستش بیارن یا نه، کسی چیزی نداره که میخواد بهش برسه. فیلم برپایه چیز نداشته این چهارتا جوون ساخته میشه که میخوان بهش برسن. مهمتر از اون من فکر میکنم تمهید فیلم در فیلم در ابتدای فیلمه. درسته ما داریم فیلم مستند میبینیم، ولی فیلمساز تمایل داره به دراماتیزه کردن فیلم و فضای روایش و میخواد به ما بگه که اگر خاطرتون باشه اول فیلم با یک فیلم در فیلم شروع میشه، یک فیلم تبلیغاتی دارن میسازن برای اون استارتاپ یا اون گروه پازلی ها، و فیلمساز عملا میخواد به ما بگه درست این مستنده ولی شما دارید یک فیلم میبینید، من میخوام به شما یک فیلم مستند نشون بدم، نه فقط تصاویر مستند. چون قصه داره و اون قصه پردازی میکنه، کاملا اینطوریه. نقطه اوج داره، نقطه عطف فراز و فرودهای دراماتیکش، نقطه اوج درست میکنه با اون دروغی که یکی از اونها به دیگران میگه وقتی که حتی شرایط پایدار شده برای بازیگر. میخوام بگم اینا ظرافتایی که فیلمساز از پسش برمیاد. عملا اون چهار نفر کم کم برای من به یک گروه تبدیل میشن تا اون دقیقه 52 اگر اشتباه نکنم که اون دروغی درست میشه و این گروه به هم میریزه و دوباره به هم برمیگردن. من فکر می‌کنم بیشتر این بوده، و اگه اجازه داشته باشم می‌خوام این نکته رو درباره دوربین تو این فیلم بگم، چون به نظرم اون نکته روایتی فیلم برای من دوربینه و تصویر، اون جنسیت و تجسم تصویر. ما دو تا دوربین داریم توی فیلم که دو نوع تصویر برام ساخته. یک دوربین فیلمسازه که معناش حضور فیلمساز هم هست، یعنی هر جا که او و تیمش هستن داره از اون تیم فیلم برداری می‌کنه. یه دوربین دیگه داریم که دوربین آماتوری‌تر و عمل موبایله. معمولا این وقتای فیلم برداری شده که فیلمساز حضور نداشته یا امکان دسترسی به اونا نداشته، چه در دور چه در نزدیک، مثلا چه در شهرستان بودن یا در تهران یک جلسه خاصی بودن که فیلمساز اونجا برام دلایل احتمالاً نبوده. عرض من این نکته جالب روایتی اینه که فیلم نه تنها در حضور فیلمساز و دوربینش پیش رفته، حتی در غیبت اونم پیش رفته، یعنی یک تمهید بیشتر، یعنی یک دست بیشتر، یک کمک بیشتر گرفته برای پیش بردن روایتش، روایت فیلم. و فیلمساز دچار این وسواس نشده که حتما مثلا روایت اول شخص یا سوم شخص یا دچار این بازی نشده. با یه انعطافی، نمیگم بعد اون دقت رو اون مسئله، خیلی میتونه جذاب و درست باشه بجاش، ولی با یک انعطافی کمک کرده از ابزار مختلف برای پیش بردن روایت. بعد در مورد گروه یه موضوعی رو جمله رو اضافه بکنم. اتفاقا این الان خیلی مسئله مهمیه که توی حوزه آموزش به نوجوانا و بچه‌ها هم طرح میشه که شما قهرمان سازی‌ها رو همیشه فردی بوده، برای همینه که بچه‌ها توی حوزه‌های کارهای گروهی
به بنبست میخورن. ما میدونیم که یه نفری وقتی دانشجو میشه از تجربه های دبیرستان و سالهای پایینتر به اون نقطه میرسه. به نظرم این اتفاقا خیلی جالبه که همونطوری که اشاره شد این آدم ها چون توانایی های متفاوتی دارن و این توانایی ها و نقاط ضعف متفاوتشونه که اینا رو تبدیل به یه گروه کرده. وقتی هم که مشاوره میگیرن، کمک میگیرن، آدم هایی هم که با تجربه بیشتر و متفاوتتر بهشون میخوان ایده بدن، بهشون میگن او ببین تو نقاط مثبت کارت اینه، نقاط منفیت اینه و بقیه تو رو پوشش میدن. این مفهوم گروه به نظر من اهمیت داره و من البته اینا رو چهار تا قهرمان نمیبینم. من بیشتر آدمهایی میبینم که کاری که دارن پیش میبرن یه کار قهرمانانه است. یعنی با توجه به توانمندی های فردی که دارن از یه منطقه خشک کویری که حتی اون امکان براشون توی شهر نزدیکتری که مشهد که دومین شهر بزرگ ایران هم هست فراهم نیست و مجبورن مراجعه کنن به تهران و اینه که اون روند و قهرمانانه میکنه در واقع که شما ریسک میکنی، خودتو تو خطر میندازی و شرایط استیبل زندگی تو با میذاری، چون اونها همشون دانشجوهای رشته‌های خیلی خوبن، دانشگاه خیلی خوب دارن درس میخونن و این امکان براشون وجود داره. و من میدونم که با توجه به ارتباطی هم که با خانواده‌هاشون پیش میبرن، انتظار محیط هم ازشون چیز دیگه‌ایه و تو خلاف انتظار محیط، خلاف انتظار سیستم از خودت جلو میری و اینه که اون فضا رو قهرمانانه میکنه. حالا یه نکته دیگه تو این بحثی که اشاره کردیم و حالا پیش بردیم، آقای اسماعیل پور، آیا هر چهار تا شخصیت به اندازه کافی پرداخته شده بود یا معرفی شده بود؟ یعنی ما میتونستیم هویتی مجزا برای اینها قائل باشیم؟ در مورد سوال شما من فکر میکنم به اندازه‌ای که میتونسته تون تایم و تون طول مدت فیلم که خیلی هم اتفاقا بلند نیست برای چهار نفر این کار انجام شده، مخصوصا در ابتدا با مسائلی که با خانواده های اینا مطرح میشه وقت دارم باروبندی رو میبندم به تهران برن اون چهار جوون. ولی عرض من اینه که در طول فیلم به نظر من کم کم اینا به یک تیم، به یک گروه یگانه تبدیل میشن. اما این شخصیت ها رو تک به تک رو میتونیم براشون هویت مستقل قائل بشیم؟ یعنی به اندازه کافی بشناسیمشون، بیننده باهاشون سمپاتی داشته باشه، به یکی خودشون نزدیکتر ببینه از یکی دورتر ببینه؟ شاید شخصیتی که بیشتر از بقیه میشناسیم اون شخصیتیه که ریسک پذیرتره و اتفاقا کارهای یعنی کارهای نادرست از نظر دیگران و همتیمیاش بیشتر انجام میده. برای شخصیت‌های دیگه اونقدر ما نزدیک نمیشیم، ولی فکر میکنم زمان فیلم و محدودیت‌های دیگه این امکان رو خیلی سخت میکرده دست. شاید موضوعیت فیلم این اجازه رو نمیده به فیلمساز که بخواد نزدیک بشه، ولی فیلم به هر حال از همه ابزارها و ارزش‌های سینماتیک به خوبی استفاده میکنه برای اینکه قصه‌ش رو پیش ببره. به ویژه تصویربرداری به نظر من خوبه فیلم و همینطور شیوهی که فیلم کارگردانی میشه، ابزارهایی که به کار میبره، سکانس‌های متفاوتی که میگیره، از اون شنا کردن زیر آب گرفته تا همون تصاویر موبایلی یا تصاویری که با دوربین‌های غیر حرفه‌ای گرفته شده و با تا میزانسن‌هایی که حتی چیده شده به نظر میاد در هنگام فیلم برداری ساخته شده، خیلی کمک کرده به اینکه بتونه قصه رو جلو ببره. اما بریم سراغ بحث استارتاپ ها خیلی کوتاه. خانم بهرامی، استارتاپ ها توی این سال‌های اخیر توی ایران پا گرفتن و در واقع اومدن بالا، سازمان‌هایی که با هدف کسب و کارهای کوچیک و به خصوص در حوزه تکنولوژیک خیلی مطرح شدن. شما خودتون توی یه استارتاپ کار میکنید، توی ایران اینا چطور کار میکنن؟ استارتاپ ها وضعیت کارشون چطوریه و مقایسش با دنیا چطور؟ استارتاپی که ما داریم در موردش تو ایران حرف میزنیم، مخصوصا تو حوزه نرم افزار، محدودیت های خیلی زیادی دارن، به خاطر اینکه ما حتی برای باز کردن یه ایمیل یا ارتباط با آمازون، خرید اینترنتی، حتی مسائل جدی داریم، مشکل داریم، فیلترینگ و وی پی ان و سرعت‌های پایین و طبیعتاً این کار بسیار سخت و در واقع زمانبر می‌کنه. ارتباط با سیستم‌های جهانیه که مفهوم استارتاپ رو روشن می‌کنه. یعنی شما یه کار خدماتی رو راه اندازی می‌کنین یا یه کار تولیدی راه اندازی می‌کنین که دنبال بازاریابی هستی، دنبال افرادی هستی که نیاز دارن به اون محصولی که تو داری ارائه می‌دی و این بازار بزرگ، دسترسی به این بازار بزرگ که به کار شما رونق میده. می‌تونین ایده‌های جدید رو بروز بدین و انتقاداتو بگیرین. وقتی شما این ارتباط رو ندارین با جامعه بیرون خودتون، به هر حال این فضای بسته کار شما رو محدود می‌کنه. به هر حال خلاق و موفقم هستم. ولی آیا به هر بیزینس کوچیکی ما میتونیم بگیم استارتاپ؟
نه باید ویژگی های مشخصی داشته باشه. معمولا استارتاپ ها دانش بنیان هستن و معمولا با هزینه کمی شروع میشن و معمولا تو یه توانایی یا یه دانش خاصی رو برای بازار ارائه میدی. از این منظر نمیتونیم بگیم مثلا یه نفر تصمیم میگیره توی مزرعش گوجه فرنگی ها روی میز بچینه بفروشه، یه کار بیزینس کوچیکه ولی اسمش استارتاپ نیست. هدف اصلی همین شروع از یه حوزه دانشگاهی و یه پروژه دانش بنیان بوده در واقع. آقای اسماعیل پور، فیلم در روی کار گروهیه و در واقع بنیاد گذاشتن یک نهاد، چقدر توی این فیلم نهادسازی شکل میگیره؟ نهادسازی تلاش اونا برای ساختن یه استارتاپ یا رسیدن به یه اپلیکیشنی که بتونن بفروشنش، نمیتونم بگم چقدر نهادسازی، چون برای من نهاد یک مفهوم کلانتر و جامع‌تریه. ولی موافقم که درسته این فیلم درباره کار در متن کار گروهی و در ستایش کار گروهیه و در ستایش تلاش. مهمتر از همه این که این فیلم درسته که درباره یک تصویر به نظر من جذاب و جامع و کامل از یک پروژه است، از یک روند انجام یک کاره، ولی اصولا اهمیتی به شکست و پیروزی نمیده. یعنی این برای فیلم اهمیت نداره و اهمیت اصلی برای فیلم و اولویت برای فیلم و فیلمساز مسئله تلاش حرکت و تلاش است. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در این برنامه. فرصتی برای ادامه گفتگو نیست، بقیه بحثو میسپاریم به بینندگان برنامه. شما از طریق همین راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه برامون بنویسید که نظرتون درباره این فیلم چی بود، چقدر با استارتاپ آشنایی دارین و بحث برنامه رو چطور دیدین. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و سلامت باشید. خیلی ممنون.